سلام، من پروال هستم. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم تعویض سین با دروس شماره 46, 47, 48 و 49 از کتاب لویالون 1. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگر سبک ویدیوهای آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچیک رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. همونطور که میدونید امروز مبحث درسیمون مربوط به تعویض سیم ها هست. در دروس گذشته ما با هم یه چند تا نکات ریز مربوط به تعویض سیم ها رو یاد گرفتیم. ولی امروز تصمیم گرفتم قبل از این که بریم سراغ درس اصلیمون، این نکات رو یک جمع‌بندی بکنیم و یک مروری بشه برامون. یکی از مهمترین و اصلی ترین و مثال زدنی ترین تمرین ها این بود که ما وسط آرشمون رو روی سیم قرار میدادیم که میدونستیم در وسط آرشه حالت 4 ضلعی وجود داره. به این صورت، خب الان آرشمون موازی با خرک هست، حالت 4 ضلعی رو داریم. آرشمون روی سیم لا هستش. اگه بره روی سیم ره، میبینید که این قسمت دست من، قسمت ساعد، مچ، آرنجم میاد بالا میره پایین. یعنی موازی با زمین باید باشه در هر صورت. خب این یکی از تمرین هایی که ما میتونیم انجام بدیم. وسط آرشمون رو قرار بدیم. سیم ها رو برای خودمون بریم تا زاویه آرشه و سیم ها رو پیدا بکنیم. به مرور زمان که این تمرین رو انجام میدیم، دیگه نیازی نیست ما آرنجمون رو یا هم ساعدمون رو هی بالا پایین بکنیم. انگشت هامون هستن که با باز شدن و جمع شدنشون تعویض سیم انجام میدن. ببینید، ابتدا ما الان این حرکت رو داریم انجام میدیم، ولی در آینده یا همین الان اگر تمرین بکنید، به این صورت. و نکته دیگه که هست، موقعی که آرشتون رو قرار میدید، زاویه دستتون، زاویه آرشتون رو کاملا نگاه بکنید. که مثلا به صورت مثال، الان آرشه من روی سیم لا هست، بیاد روی سیم ره، لاره، چقدر زاویهش هست که تغییر میکنه؟ اگه این تمرین ها رو به مرور زمان انجام بدید، کاملا توی ذهنتون میره و دیگه ناخودآگاه میشه این حرکت. بریم برای تمرین ها. تمرین شماره 46. تمرین شماره 46 اومده از یک تکنیک خیلی زیرکانه استفاده کرده. اونم این هستش که میگه تو اندازه 3 ضرب اجرا بکن و تو اون 3 ضرب آروم باش، ریلکس باش، به صدای سازت گوش بده، حواست به آرشه کشی و استایلت باشه. حالا یک ضرب که بهت دارم میگم سکوت سیاه هستش، تو این ضرب بهت یه فرجیه دادم که تعویض سیم انجام بدیم. تمرکزتو بذاری روی تعویض سیم و این روال رو هی تکرار میکنه. 3 ضرب اجرا، 1 ضرب سکوت، 3 ضرب اجرا، 1 ضرب سکوت. نطخانی و ریدخانی تمرین 46 به این صورت هستش که هر میزان تشکیل شده از یک سفید نقطه دار و یک سکوت سیاه. میدونیم که سفید نقطه دار معادل میشه با 3 ضرب و سکوت سیاه معادل 1 ضرب سکوت هستش. داریم یکی از میزان اول از آرشه راست، یعنی از پاشنه شروع بکنید به نواختن و هر میزان آرشه کشیتون رو عوض بکنید. یا هم آرشه دتاشه میشه. میزان اول تشکیل شده از ر، لا، لا، ر، ر، لا، لا، اجراش.
47. تمرین شماره 47 میگه حالا که دیگه تونستی تمرین 46 رو انجام بدی و تعویض سیم هات اوکی شده و یادش گرفتی، حالا بیا به غیر از تعویض سیم انگوش گذاری رو هم انجام بده. خب لطخانه ورزخانه این تمرین به این صورت هستش که در تونالیتی ره ماژور نواخته شده، یعنی نوت فا و نوت دو تا آخر اجرا باید دیز باشه. میزانمون 4/4 هستش. داخل هر میزان دو نوت سفید وجود داره که باید هر نوت رو در آرشای دتاشه، یعنی آرشای جدا جدا انجام بدیم. میزان اول میشه ر لا فادیس لا لا فادیس سول لا می لا. نکته دیگه که وجود داره، انگشت چهارم نیاز نیست برای نوت لا گذاشته بشه. همونطور که دارید مشاهده میکنید برای نوت لا عدد صفر نوشته شده، یعنی صرف، یعنی سیم دست باز، فقط سیم رو اجرا می کنید. اگر بالای نوت لا عدد 4 نوشته شده بود، یعنی شما معذب هستید که نوت لا رو با انگشت چهارمتون روی سیم ر اجرا بکنید. ولی حالا چون بحث تعویض سیم هست، از سیم لا استفاده میشه. میگه همونطور که تونست تمرین 47 رو با تعویزش و انگشت گذاری روی سیم ر انجام بدی، حالا توی تمرین من هم تعویز سیم داشته باش هم انگشت گذاری، ولی این سری روی سیم لا. تمرین 47 میدونیم در تونالیته ر ماژور هستش و میزان نمامون 4/4 هست. هر میزان تشکیل شده از دو نوت سفید که باید در آرشه های دتاشه نواخته بشه. و سعی کنیم موقعی که داریم تعویض سیم انجام میدیم و انگوش گذاری میکنیم، آرشمون فقط روی همون سیم باشه، به سیم های بغلیش و کنارش برخوردی نداشته باشه. نوتخانی و ریتخانیش به این صورت هست که میگیم لا ره سی ره دو دیز ره. حالا نکته این میزانی که در پیش و رو هست، جلومون هستش، میزان شماره 4. ما دو نوت ره داریم، یه نوت، یه دونه سیم ره، یه دونه انگشت سوممون روی سیم لا که میشه ره. ما میتونیم از سیم ر کمک بگیریم برای انگشت سوممون که بدون فالشی بنوازیم. فرقی که بین این دوتا ر وجود داره اینه که ر انگشت سوممون روی سیم لا های تر هستش، یعنی یک اکتاف اومده جلوتر و ما میتونیم از نوت های شبیه به هم استفاده بکنیم برای اینکه کوکتر و بدون فالشی بنوازیم. خب میزان چهارم ر ر دو دیز ر ر ر دو دیز ر سی دو ر. بریم بر اجراش.
49. حالا که تونستیم تک تک تمرین ها رو با موفقیت پشت سر بذاریم و یاد بگیریم، توی تمرین 49 کمی اومده چالشی تر شده. تمرین شماره 49 در تونلتر رماجر نواخته شده و میزان نمامون 4-4 هستش. در هر میزان تشکیل شده از 4 نوت سیاه که دو نوت دو نوت باید در آرشه لگاتو اجرا بشه که میشه ر لا لا ر می لا لا می فا دیز لا لا فا دیز سول لا می لا. بریم برای اجراش. تعویض سیم با دروس شماره 46, 47, 48 و 49 از کتاب لویالونه 1. ممنون از وقتی که گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. منتظر ویدیوهای آموزشی بعدی من باشید. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم و بنوازیم.